سپاس گذارم چرا ارز عرض ادب و احترام دارم حضور شما گرامی عزیزانی که در قسمت گوینده هستن و عزیزانی که در قسمت شنونده حضور دارن و عزیزانی که بعدا خواهند شنید در مورد این مرکز اسلامی این بساب کزایی مرکز اسلامی هامبورگ واگذار میکنم اینو به کاکیدی نازنین که تو تاریخچه بسیار گویا و پرباری هم در این مورد نوشتن در سایت گذار منتشر شده دوستان میتونن مراجعه کنند ولی اجازه بدین آی بلدی در این خصوص صحبت بکنن بیشتر به باقی اخبار میپردازم امروز دو تا خبر خوب اول که در اصل بانو سپیده دشنو دوباره احزارش کرده بودن حکمش رو تو اسفند قرار بود اجرا بکنن بی دلیل این زن رو محکوم کردن به خاطر اینکه اون موجود همون فیلم معروفی که همه میشناسن توی اتوبوس که واقعا میشه گفت اولین جرقه زن زندگی آزادی بود اون زنی که حمله میکنه به سپیده و دست گازش میگیره دستش رو گاز میگیره و بعد سپیده جان رو میارن با صورت شکنجه شده و به حساب داغون به جلوی تلویزیون تحت برای اعتراف اجباری که واقعا واقعا موج انزجاری توی جامعه ایجاد کرد همین مسئله باعث شد که اون حساسیت ها در جامعه گسترش پیدا کنه که بعد ما در ماجرای مسا ژینا امینی میبینیم که آغازگر یک جنبش بزرگ میشه در جامعه ما به هر رو برای همون جریان هم موضوع مسخره پرونده ای تشکیل شد و به قول معروف به جای اینکه ایشون مثلا شاکی باشن به زندان محکوم شدن این حکم قرار بود اسمن اجرا بشه در روزی که رفت در زندان عکساش هم منتشر شد باز دوباره حکم گفتن تعلیق شده عقب افتاده دوباره چند روز پیش برای ایشون نامه فرستادن که بیا خودت معرفی کن که میخوایم حکم اجرا کنیم یعنی ایشون رو به زندان بندازن و بانو دوباره ویدیو منتشر کردن بسیار جمع واکنش بسیار عظیمی داشت توی صفحات مجازی هشت های گوناگون را افتاد در اینستاگرام توییتر شبکه های اجتماعی در پشتیبانی از ایشون امروز که مراجعه کردن دوباره بی... گفته شد که بله دوباره حکم عقب افتاده متا این بار گفتن یک هفته این شل کنسف را رو حکومت در میاره برای اینکه حساسیت زدایی کنه از موضوع یعنی مثلا اگر هفته دیگه اه... بسا بانو رشنو به اونجا مراجعه کنه دیگه حساسیتی تو جامعه مدار کم شده باشه و از این طرف خب دستگاه سایبریشون را میفته و به قول معروف تخریب میکنه حمله میکنه که برای نمیدونم میخوان ببرنش نمیخوان ببرنش ایشون پروژه است نمیدونم این چیزهایی که ما میشناسیم اینا کاملا هدفمند اینجور کار انجام میگیره بر رو ایشون خوشبختانه فعلا در بازداشت نیست منتها سپید جان حتی تو زندان هم که باشه در کنار باقی زنان بند اوین خواهد بود که امروز هم در حقیقت دست به تحسن زدن در زندان اوین و اعلام کردن که این تحسن ها ادامه پیدا خواهد کرد برای اعتراض به احکام اعدامی که برای بانو شریفه محمدی بانو بخشان عزیزی و دیگر احکام عجیب غریبی که این روزها رژیم واقعا شمشیرش از رو بسته احکام بقی صادر میکنه احکام باقی که اصلا خودش از نظر مفهوم مفهوم بیپای و مسخره شهری خودشون هم حتی شامل اون هم نمیشه یعنی اینها قوانین خودشون رو هم اجرا نمیکنن حالا اینکه این قوانین با قوانین بین‌المللی و, و موازین انسانی اینها جور در میاد اون بحث جداست حتی بر اساس همین قوانین من درآوردی خودشون هم حق احکام شرعی خودشون هم اینجور احکام جور در نمیاد اما خب فعلا که میبینیم این چه وضعیتی مسئله سرکوب، سرکوبه مسئله ایجاد ارعاب در جامعه و از اینجور احکام بهرهگیری میشه برای همچین مسائلی و هر روز زنان سربلند زندان اوین از بانو محمدی گرفته تا سپیده قلیان و دیگر عزیزان در برابر این مسئله ایستادن تحسن میکنن علا رقم این که از همه کس بیشتر در ایران ما در, سر در ایرانیان نه تنها داخل کشور و ایرانیان سر تجه جهان این عزیزان بیشتر میتونن تحت فشار قرار بگیرن اما سربلند ایستادن در مقابل این و می ایستند امروز هم تحصن داشتن چند شب پیش هم تحصن داشتن و اعلام کردن که ادامه پیدا میکنی امروز خوشبختانه با تعلیق حکم مجید توکلی هم با توقف اجرای حکم در حقیقت از زندان آزاد شد چند ساعت پیش و به آغوش خانوادهش برگشت اینکه مثلا فلان کنشگر سیاسی، تحلیلگر سیاسی چه نظری داره، چه چیزی داره، اینها سر جای خودش، جای اندیشه توی زندان نیست جای معلم توی زندان نیست، جای رسول بوداقی ها، محمد حبیبی ها، جای فعالین کارگری، اسماعیل بخشی ها یا رضا شاهابی ها و بسیاری دیگه، برخی بیرونن، برخی داخلن اما به هر حال حکومت تاکید میکنم همیشه واکنش در حقیقت سرکوبگرانه داشته گاهی برای یک مقدار اینکه سر صدا ها رو به چند نفر رو آزاد میکنه یا موقتا آزاد میکنه و این شمشیر رو بالا سرشون نگه میداره با الفاظی مانند توقف اجرای حکم یا تعلیق اجرای حکم تعداد بسیار زیادی از کارگران صنایع فولاد که اخراج شدن تجمع داشتند همچنین چون اینها در سطوح حکومتی مطرح میشه در جرایدشون مینویسن که خیر ما همچین چیزایی نداریم همونطوری که در جرایدشون مثل ورق پاره کیهان حسین شریعت مدی مینویسه که ما قطعی برق نداریم و میبینیم که فراوون این دروغ ها من رو یاد دروغ هایی میفته که دو روز پیش هم نتانیاهو توی کنگره آمریکا مطرح کرد و اون موجودات شرماور براش کف می زدن. وقتی که میگفت من نمیدونم در طی عملیاتی که در رفع انجام شد از فرمانده عملیات پرسیدم بچه ها کشت چند تا زده چند تا غیر نظامی کشته شدن گفت, گفت هیچ هست فقط یه نفر یه ترکش تیر بهش خورد یه جای افتاد و مرد مثلا و اون انسان های شرماور براش کف زدن خیلی شبیه همه همه این چیزا خیلی شبیه همه یعنی میبینیم که افرادی که ضد بشر هستن ضد انسان هستند، همه جای دنیا مثل همن رفتارشون مثل همه شانتاجشون دروغشون فریبکاریشون شبیه همه میخواد در دل یه حکومت عقب افتاده مثل ایران باشه یا مثل در یا مثلا در دل حکومتی به اصطلاح مدرن دولتی مدرن مثل آمریکا میبینیم که فریبکاران و دروغگویان همه جا شبیه همه و هر رو اه... سخنم همینجا کوتاه میکنم البته اخبار بسیار زیاده چه در خارج از کشور چه در داخل کشور اما سخنم همینجا کوتاه میکنم تا به با... سخنان باقی عزیزانم برسیم ممنونم از تو.